الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله تعالى مرا به استقامت دعوت داده است و عبادت فروردگار تا دم موت، تا آخری لحظات زندگی که از دنیا میریم، فرمودن که بچه وقتی متولد میشه به دنیا، اولین کلمه ای را که به زبان او ما جاری بکنیم وقتی میتونه حرف بزنه نام فروردگار باشه. بلکه از او جلوتر که تازه متولد شده است به گوشش اذان داده میشه، گوش راست اذان و گوش چپ اقامت، و نام هم زیبا برای بچه بگذاریم. ولی وقتی به تکلم میرسه و کلام، اولین حرفی که ما به او یاد بدیم نام الله هست که یاد بدیم. نام فروردگار به زبان او جاری کنیم، کلمه لا اله الا الله یاد بدیم، بسم الله الرحمن الرحیم یاد بدیم به بچه. بچه ها بسیاری هستن که وقتی همین چشمشون باز میشه دنیا را میبینن، بچه دنیا را میبینه و به اسباب حمله میبره، به وسایل حمله میبره، با پول آشنا میشه، با مادیات آشنا میشه. ولی مادران و پدران باید تلاش کنن که بچه را با معنویت آشنا بکنن، با نام زیبای رب العالمین، با دین آشنایی بکنن. کلمات در حد توانایی او، در حد که او به زبان بتوانه بیاره، در حد که فکر کنه. و بچه بی تفاوت از دین نباشه، ناشنا از الله تعالی و نام زیبای فروردگار نباشه.
و به همین صورت از آغاز و ابتدا با نام الله و ذکر الله و کل زندگی انسان وقتی که بالغ میشه، وقتی به سن رشد میرسه و به عقل میرسه، به نماز وادار بشه، تعلیم داده بشه، آموزش داده بشه و تمام زندگیش باید در فکر بندگی فروردگار باشه. آخرین لحظه هم که میرود با کلمه شهادت رب زبان جاری بکنه و شما فرمودن تلقین کنید به او کلمه شهادت را، نگید که تو لا اله الا الله بخون، شاید او نتوانه، بلی بگید جلوی او تکرار بکنید لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. کسی که در حالت مرگ و سکراتش نزدیکه این کلمات تکرار بشه تا او یاد بکنه این کلمات را و بخونه. با نام الله به دنیا انسان می آید و زندگی دنیا را آغاز کنه و با نام خدا و شهادت و کلمه توحید لا اله الا الله و محمد رسول الله دنیا را ترک کنه. و کل زندگی انسان در مسیر دین قرار بگیره، در مسیر قوانین و مقررات الله و تا آخر الله تعالی را بندگی بکنه. و وقتی که تمام میشه غسلش میدیم، کفن به تنش میدن، نماز جنازه میخوانن، با نام الله در قبر می داخل میکنن، بسم الله و علی ملت رسول الله، اب نام خدا است و هم میگم بر ملت آن حضرت و امت آن حضرت، امتی آن حضرت به آخرت تحویل میشه. لذا این عزیزان من استقامت بسیار مهمه، پایداری خیلی مهمه در دین تا آخر لحظه زندگی. و حدیث شریف است که آن حضرت صلی الله علیه وسلم هر عملی را که انجام میداد دائم انجام میداد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم اعمال را که انجام میداد دائم انجام میداد و اعمال آن حضرت همیشه بود. یک چیزی را که نماز میخواند این نماز ادامه میداد، کار خیر را که انجام میداد ادامه میداد. الله هم دوست داره اعمال را که دائم باشه و آن حضرت صلی الله علیه وسلم دوست داشتن اعمال را که همیشه باشه. و لهذا رمضان شریف که یک نعمت عظیمه و یک دوره یک ماه بود که الله تعالی ما را این دوره را نشان دادن، لحظه ای اعمالش رمضان قطعا مقصدش این نیست که الله تعالی این نمیخواد که تنها در رمضان عبادت کنن و بالاخره مردم بعد برن به رای خودش. کسی از زمین یکی را تذکره می کردن که آز دام فروشه و ماه رمضان که می آید میگه لباس ها را می شوید و غسل و نظافت و نماز میخواند، رمضان که میره دیگه نماز تعطیله. و قدیما توی منطقه این ماه که می آمده هم همین کار می کرده، رمضان که می آمده آقا شست و شو بوده، لباس همی شستند و ماه مسلمانی می گفتند و بالاخره این ماه که تمام می شد مسلمانی هم تمام بود. و این تعلیم حضرت رسول نیست، این تعلیم قرآن نیست، این تعلیم خدا نیست. تعلیم الله تعالی یعنی که کل زندگی را باید بندگی بکنه، تنها رمضان و مسجد نباشه.
که رمضان آمد خانه خدا کجا هست. و چون رمضان که می آید شیاطین بسته میشن، شیاطین دسترسی ندارن، نفس هم که مغلوب میشه. ولهذا روزه با روزه انسان غلبه میکنه به نفس. ولهذا مسجد کجا هست، نماز کجایه، جوانان عزیزان زنانان و میگردن که کجا مسجد برای زنان انتظامی که ما نماز بخونیم. اما بعد از رمضان دیگه خبری از مسجد نباشه ای سروران گرامی، نه مسلمانی این و نه این خواست خدای و نه رضامندی فروردگار در اینه. الله خواستش آنه که تا آخر زندگی استقامت کنی. استقامت سخته، مقاومت در رای الله سخته، نفس هم زور میزنه، فشار وارد میکنه، شیطان هم با وسوسه فشار وارد میکنه. در مقابل نفس و شیطان باید ما بیستیم، استقامت کنه. و چه بسا انسان که بر رخت خواب مرگ میمیرن اما ثواب شهادت دریافت میکنن. مبارزه با نفس و مبارزه با شیطان کمتر از جهاد فی سبیل الله با دشمنان متجاوز و اشغالگر و زورگو نیست، بلکه مبارزه با نفس سختره. و علامه روم رحمت الله علیه همین نقل کرده است که در شعری که ما از جهاد اصغر برگشتیم و بر جهاد اکبر میریم، یعنی جهاد اصغر جهاد با دشمنان بوده، دشمنان که چراغ دین میخوان خاموش بکنن، و جهاد اکبر با نفس اماره. و گویا در این روایت اینطور نقله که هشدار داده شده است که خیال مکنید که جهاد تنها با دشمنان اسلام هست، دشمنان دین، با تهدید، با اشغالگران، با زورگویان، بلکه جهاد با نفس. و این جهاد برای همه بشریت و انسانیت. اونی که جهاد بر سرش نیست آدم نابینایه، آدم لنگ است، آدم مریضه. جهاد نیست بر سری او، ولی جهاد با نفس بر سری همه فرض. باید با نفس جهاد کنیم، در مقابل نفس ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم. و المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله، مجاهد همونه که با نفسش در راستای طاعت الله جهاد کنه. نفس مجبور کردن که نماز بخون، نماز صبح بخون، نماز با جماعت بخون، برو مسجد، ای جهاده. شش روز روزه، گرچه این روزه مستحبه، اما در حدیث صحیح مسلم ترغیب آمده است که هر کسی شش روز از شوال روزه بگیره و ماه رمضان یک ماه رمضان روزه گرفته و شش ماه دیگر، عرض به حضور شما، شش روز دیگر از شوال روزه بگیره، حالا پی در پی باشن، متصل باشن یا با فاصله، در شوال انجام بگیره این شش روز، اینا میشن روزه تکمیل سال میشه. و لحظه عزیزان من، این فشار میاره، ماه مارا که رمضان روزه گرفته، بعضی ماشاءالله صاحب همت امروز روزه است. مرحوم بود الله رحمتش بکنه که ریش سفیدان، گفت دو مرتبه با من نمیشه و انسان از دستش میره، راست میگه تجربه یه. گفت من هر سال بعد از رمضان متصل این شش روزه میگیره و گفت همینطور نفس عادت کرده ادامه پیدا بکنه. ولی اگر کسی متصل نگیره مشکل نیست، شش روز از شوال روزه بگیره. ولهذا
اینا الله تعالی روزه سال تکمیل نصیب میکنه. 360 روز روزه سال و هر عمل دغلش بدهه، الله بیشتر الله قبول بکنه به 700 و بعضی از 700 هم بالاتر میده، والله یضاعف لمن یشاء، ولی دغلش هر عمل بدهه. و ایشالله این شش روز روزه گرفته بشه و مقاومت بکنه. شما مجاهدی در خانه آقا، مجاهد، مجاهد واقعی، مجاهد حقیقی کیه؟ او انسانی که با نفسش جهاد میکنه. هر کس با نفس غلبه کرد، نفس میگه غیبتی بکن، نفس میگه دروغی بگو، و مردم بخندن. بدترین انسان، بدترین انسان روی زمین و بدبخترین انسان همونه که خدا را ناراض بکنه با غیبت، با دروغ، با شوخی و مردم بخندونه و خدا را ناراض بکنه. برای یک خنده مردم دروغ میگه یا غیبت میکنه یا تهمت میزنه و مردم بخندن و خدا از اون ناراض میشه، نفرینش میکنه. الله نجات بده. و شوخی های زیاد خوب توجه کنید، شوخی های زیاد خطرناکه. ها نظرت شوخی داشته، مزاح داشته به اصطلاح، ولی اگر شما حسابش بکنید کل زندگی ها نظرت شوخی های نظرت حساب میشه، شاید از انگشتان دست بیشتر در حدیث نباشه. شوخی زیاد آخر تویش دروغ میآید، آخر تویش غیبت میآید، آخر تویش خلاف شر میآید. نیازم نیست شوخی به اندازه باشه. پرونده آدم است سیاه میکنه. لذا عرض کردم همه شما مجاهدید و جهاد روز قیامت خدا شما را مجاهد اشر میکنه و جهاد شما با نفس کردید، نفس مجبور کردید به طاعت فروردگار، پایتون را برگردن نفس گذاشتید، اجازه ندادید نفس را که نافرمانی بکنه فروردگار را. و شما روز قیامت مهاجر اشر میشید. آقا همه تون مهاجرید، در شهرتون زندگی کردید، در روستایتون زندگی کردید، اما روز قیامت شما مهاجر به حق خواهید بود، مجاهد و مهاجر. و مهاجر او کسی که گناه را ترک کنه، هجرت کنه از گناه به سوی طاعت. و مهاجر و المهاجر و من هجر ما نهى الله. و شما مهاجر واقعی هستید، بسیار ممکن از وطن هجرت کردن اما به خاطر خدا نبوده، مهاجر نمیشن، ولی شما نه در خانه مهاجر اجر مهاجر میبرید که گناه را ترک کردید، توبه نصوح کردید، توبه مخلصانه کردید. شما در خانه اید و مهاجرید روز قیامت. شما روز قیامت مسلمان برحقید، مسلمان واقعی محشور میشید اگر شما تسلیم شدید در مقابل فروردگار و همه مسلمانان را از اذیت و آزارتون و در امان گذاشتید، هیچ کسی تهمت نزدید، هیچ کسی را آبرو هیچ کسی را نبردید، دل کسی را نشکستید، اذیت و آزار نرسوندید. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان آنه که همه مسلمانان از زبان و دست او در امان. و به همین حکم کسی که غیر مسلمان در بلد اسلامی زندگی میکنه، کسی که با شما کار هم نداره، غیر مسلمان کار نداره، اما اگر این طوریه غیر مسلمانی که به بالای مسلمانان
تعدی میکنه و مسلمانان میکشه، مانند صهیونیستا، مانند اسرائیلی ها و دشمن محاربه و ولکن نیست، او حسابش جدایه. به هر حال زبانتون سالم باشه. و شما اگر احکام الهی را رعایت کردید و بر عهد پایبند بودید، عهد شکنی نکردید و عهد خلافی هم نکردید، روز قیامت دیندار محشور میشید. و لحاظه عزیزان من، استقامت مهمه. توبه کردیم در ماه رمضان، بار بار توبه کردیم و بار بار استغفار کردیم. بعد از رمضان نگاه دارید این توبه را، تلاوت کردید، ذکر خدا را انجام دادید، روزه گرفتید، نماز اضافه خواندید، مساجد آمدید، در فضای رمضان قرار گرفتیم، تقوا را رعایت کردید، غیبت نکردید، دروغ نگفتید که روزه میشکنه، تهمت نزدید، حرف خلاف به زبان نیاوردید، بعد از رمضان ادامه بده این برنامه را. لعلکم تتقون هم معنای شمینه که بعد از رمضان شما به مسیر تقوا قرار گیر. رمضان شما را بر سر ریل قرار داده، بر سر جاده مستقیم قرار داده، دیگه بر همین جاده حرکت کنید، از ریل خودتون خارج نشید، خطرناکه، از صراط مستقیم خارج نشید، خطرناکه. گناه را دیگه برای همیشه ترک کنید و برای همیشه الله تعالی را طاعت کنید تا آخر زندگی، استقامت کنید. رمضان شما را راندازی کرد، رمضان شما را شستشو کرد، سرویس نهی کرد، شما را شستشو شدید، استغفار کردید، توبه کردید، امید است که گناه معاف شده، دیگر دنبال گناه نرید، سراغ گناه نرید، دیگه گناه نکنید، دیگه مسلمانی واقعی باشه، مسلمانی برحق باشه. خسته شدیم من و شما از ادعای اسلامی که بیان عمل نکنیم، به ادعا و حرفهای تو خالی، حرفهای تو خالی نزنید، چیزی را که انجام نمیدید نزنید، چیزی که ندارید ادعا نکنید. ادعای من و شما برحق باشه، مسلمان برحق، مؤمن واقعی، الله تعالی من و شما را بگردانه. ولهذا قرآن خاندید علی دامه بدید. حافظان عزیز قرآن، شما قرآن در نماز خاندید، قرآنتون الحمدلله عبور کردید از قرآن و تازه شده حفظ شما، تقویت شده، ادامه بدید. بعد از رمضان این استقامت شماست، ادامه بدید و قرآن حفظ تر کنید از ماه رمضان. دیگه اینطور نباشه که رمضان بیاید و شما برید دور کنید، همین دور کافیه که شما کردید، این نگهداری کنه، نگاه بداره و استقامت همینه. چشمتون، گوشتون، زبانتون، فکر و قلبتون را از گناه حفاظت کنید، وسوسه گناه نباشه، به گناه نگاه نکنید، گناه را به زبان نیاورید، گناه را نشنوید، فضای خانهتون فضای دین باشه، در خانه شما تنها تذکره مادیات، لباس، پول و خوردن و این مسائل نباشه، بلکه در خانه شما تذکره قبر باشه، تذکره حشر و قیامت باشه، ذکر دین باشه، ذکر خدا باشه، درود باشه. توی خانهتون درود بخوانم، بچه ها را موظف کنید، ملزم بکنید،
خانه شما روز 1000 تا درود، روز 2000 تا درود، روز 3000 تا درود توی خانه شما خانده بشه. برکت اگر نیامد هر چه نگفتید بگید برکت می آید. خانه تو نماز فرض برگزار بشه، نماز سنت ها را بخونید، در خانه شما تلاوت بشه، در خانه شما تسبیح خدا، ذکر خدا، اگر روز 100 بار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر بخونید، سبحان الله و بحمده بخونید، اذکار دیگر که هستند شما برای چه میگردید؟ اینها ای اذکار که در حدیث آمدند، در قرآن آمدن، بهترین ذکر و از تمام ذکرهای دنیا فضیلتشون بیشتره. ها بچه را بگید که شما امروز سبحان الله را 100 بار خوندید یا نه، درود چقدر خوندید، ماشاءالله که بچه تو بخونه بچه تو هدایت میشه، نورانی میشه، توی خانه شما نور میآید، برکت میآید، صدقه دادید، زکات دادید، خیرات دادید، بعد از رمضان هم به نحوی این ادامه بدید، صدقات قطع نکنید، نماز قطع نکنید، نماز سحر قطع نکنید. شما بلند شدید برای سحور، سحر خوردید، سحری خوردید، الا بلند بشید و نماز سحر بخونید، قبرتون روشن میشه، قبرتون الله نورانی میکنه، چهره شما را نماز سحر نورانی میکنه، در دنیا و هم در قبر و آخرت. آخرت تو ناباده، او روز را یاد بکنید که جنازه من و شما را به غسل خانه میبرن و کفن به تن میدن و نماز میخوانند اگر نصیب بشه و به قبر میگذارن. حاصل زندگی چیه؟ اینا دستاورد شما، اینا را با خود میبریم روزی که میریم. به اصلاح جامعه کمک کنید، به اصلاح دیگران سعی بکنید، با لطافت، با دلسوزی، با حکمت دیگران به مسیر بیاورید، به نماز بیاورید. شما بنده خداییم، من و شما غلام خداییم، من و شما برده خداییم، من و شما هیچ کار نیستیم که هیچ کار خدا نباشیم، نه، ما حلقه به گوش فروردگاریم، ما غلام فروردگاریم، غلام کارش غلامیه، بنده کارش بندگیه، برده کارش بردگیه. شما خیال نکنید که این کار وظیفه علما هست، علما شهره، تبلیغیا برای چه هست؟ نه، شما همه را قرآن موظف کرده، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امت ما را الله وظیفه داده که شما بهترین امتید، از تمام ملت های گذشته ملت ما بهترین ملت که امر بالمعروف، ایمان به الله تعالی می آورد، ایمان به الله داره و امر بالمعروف و نهی از کار زشت جلوگیری میکنه، به کار خیر وادار میکنه. این وظیفه دکانداره، این وظیفه چوفانه، این وظیفه کشاورزه، این وظیفه زن خانداره، این وظیفه مرده، همه و همه به سوی الله تشویق کنیم، از نافرمانی الله تعالی بندگان من کنیم. این وظیفه را وظیفه ذاتیتون بدانید. شما را قرآن میگه شما برای همین آمدید، اخرجت للناس، معنیش همینه که وظیفه ذاتیه. همانطور که نماز وظیفه ذاتیه، زکات وظیفه ذاتیه، عمل وظیفه ذاتیه، از وظایف ذاتیه من و شما همین اصلاح جامعه، اصلاح خود و جامعه است. انشاءالله الله تعالی به من و شما توفیق بده که استقامت بکنه، اعمال رمضان را بکشید در شوال و بکشید در ذیقعده و ذی‌الحجه، بکشید در ماهای دیگه و بکشید تا دم موت، تا دم موت الله بندگی الله و اتباع رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه و سلم و تا دم موت دین هدایت و انشاءالله این ادامه بدید. و روز به این زندگی دنیا چقدر روز قیامت
و اب اقسم بالله ما لبسوا غیر ساعت. وای روز قیامت قسم می خورم ادعیه که ما غیر از یک ساعت به دنیا بیشتر نموندیم. زندگی دنیا در مقابل آخرت ساعت یک ساعت. حالا شما اینجا آمدید بازی عزیزان ساعت آمدن نشستن و ادعیه قسم میگن که ما 10 روز ماندیم. ادعیه دیگه میگه که شب واردتر هم میگه نه شما کجایید، 1 روز ماندیم. ما لبشو اونجا هست که 1 روز مانده. ولی هزار برای 1 روز زندگی، 1 ساعت زندگی، 10 روز زندگی میتونیم آخرت تا آباد کنیم. روز قیامت با چهره درخشان برگاه خدا میایید، مثل ستاره چهره تو میدرخشه، در حالی که اون آیه که این زندگی دنیا را دست دادن و این توجه نکردن، اون روز قیامت با چهره سیاه و چشمه های نیلگون حشر میشن، رو سیاه به برگاه الله میآیند. الله منو شما رو نجات بده. و اونجا بی عزت عزت آخرت و ذلت هم ذلت آخرت. خود را ذلیل نکنیم که کسانی که خدا را نافرمانی میکنن ذلیلند، خارند. الله نجات بده. کسی که دنبال زنایه، کسی که دنبال ربایه، کسی که دنبال رهزنی و قتله، غارته، کسی که نماز اول می کنه، کسی که زکات نمیده، نافرمانی سریع الله را انجام می کنه، با ذلت و رسوایی مواجه میشه. خود را رسوا نکنیم به خاطر منافع دنیا، به خاطر شیرینی های دنیا. کسی که ایمان نداره و شرک کرده با اللہ و کفر، که او ذلتش خیلی سنگین. ولی گناهگار گناه آدم ذلیل میکنه، مگر اینکه توبه بکنه و رجوع کنه و اللہ و ربی آمرزد. اللہ تعالی منو شمار کنه. 6 روز بعد از عرض کنم که رمضان انشاءاللہ داشته باشه. و بله بله برای بیماری درخواست دعا کردن آقای مالکی، گفتم مریض هست در آسیوی بیمارستان تهران بستریه، آقای محمد امین مالکی، الله تعالی شفای عجل و کامل عنایت کنه. در داور بود و رنجاور بود حادثه‌ای که در ایران شهر رخ داد و مامورین به یک ماشین تیر اندازی کردن که یک کودک کشته شد و خیلی توی فضای مجازی منتشر شده و برای والدینش بسیار سنگین و برای همه قتل ناحق بالاخره از دست هر کس سر بزنه ملامت هست و رنجاوری علا از دست مامور باشه که مجری قانونه و وظیفهش حفاظت مردم، وظیفهش حفاظت از جان و مال مردم. بالاخره مامور که خطا بکنه هم ملامت. و اگر از دست شخص انجام بگیره هم بده. بله اگر مامور از دست شخصی کشته بشه هم ملامت. و از به هر حال و از دست مامور فرد بی گناه کشته بشه هم همینطوره بده. هم آخرت آدم خراب میشه و هم مایه رنجش میشه توی جامعه. ما امیدواریم که والدین این کودکو عزیز را اللہ تعالی اجر صبر بده و امیدواریم که بود فرماندهان و مدیران توصیه هرچه مزید به مامورین بکنن، مامورین تحت فرمان که نهایت عهد رعایت تبو کنن. و اعتقاد معنی که باشینی اگر مواد مخدر هم داشته باشه
رد بشه از دست مامورین بهتر است از اینکه یک بیگناهی به این مقیم باشه، مواد مخدر داره، تیراندازی بکنه، بیگناهی کشته بشه و ماشین سلاح داشته نباشه، مواد مخدر داشته نباشه. این سنگین تره. رد شدن ماشین با مواد مخدر آسان تر است، ولی قتل سنگین تره. ولی الله تعالی صبر اجر صبر عنایت کند.